سلام از دل و احمد هستم در خدمتتونم با آموزش دیگر از مجموع آموزش های ادوبی فتوشاپ CC توی قسمت های قبلی به بحث آر پرداختیم در دنیای فتوشاپ و در واقع تا S یعنی سچوریشن و وایبرنس رو هم توضیح دادیم تفاوت دو نوع رو و تفاوتشون با وایبرنس رو براتون توضیح دادم اما توی این قسمت میخوام بیایم سراغ بحث آخر بحث L قبلش بازی توضیح بدم همین قبلا هم گفتم دوستان این HSL بررسی در واقع مدل رنگی HSL نیست این در واقع صرفا پایه ی... یعنی یک در واقع مخفف است که من برای بحث پایه دیجیتال در واقع نور رنگ دیجیتال انتخاب کردم ما در واقع مودهای رنگی مثل در واقع مدل های رنگی مثل... مثل HSL مثل HSB مثل HSV تفاوت برایتنس والیو لایتنس اینا همه توی حالا آموزش های خیلی جلوترمون که بریم تو مباحث پیشرفته در موردش صحبت می اما این فعلا یک بحثی است درباره لپ کلام مورد نیاز ما در دنیای دیجیتال که بتونیم خیلی خوب با اون پیش بریم بحث ال رو میخوام امروز باز کنم براتون ال رو در خیلی از های رنگی به لایتنس تعریف میکنن اما من به جای هیو لایتنس تعریف دیگری در واقع سعی میکنن میخوام بر اساس دیتاهای بزرگتر بیایم سراغ این قضیه و اون رو به جای لایتنس به معنای لومیننس ترجمه کنیم در واقع ال من رو به جای لایتنس بذارید من سایز فونت رو درست کنم هیچ وقت در فتوشاپ سایز فونت و رنگش اون چیزی که شما در لحظه میخواید نیست <applause> و این همیشه در واقع یک موزلی است که ما در دنیای فتوشاپ داریم یعنی امکان نداره شما یک بار با در واقع ابزار تکست توی فتوشاپ کلیک کنید و اون سایز و اون فونتی که میخواید باشه یه چون قانون مورفیه دیگه در واقع مثل فلش مموری که هرگز در در واقع حالت اول یو اس بی جا نمیره باید چند بار اشتباه میزنید بعد دوباره جا میره همیشه همین هست <applause> این هم مثل اونه لومیناس در لغت به معنای روشنایی است اما فرقش با لایتنس چیه ببینید یه خیلی بخوام آکادمیک در واقع نگاه کنیم به قضیه لومینس برمیگرده به میانگین در واقع نورهای کانالهای رنگی بر اساس درک شما از نوریه یه ذره پیچیده است یعنی شاید خیلی متوجهش نشیم الان با یک توضیح ساده اما لایتنس برمیگرده به در واقع میانگین بالاترین و پایینترین حد نور در RGB یعنی بالاترین و پایینترین میزان و RGB رو میگن لایتنس همین و برای راب بدون در واقع در نظر گرفتن درک شما از مقوله روشنایی است در نتیجه لومیناس رو ما یک المانی بزرگتر و وسیعتر از لایتنس میدونیم و میتونه لایتنس رو در زیر خودش پوشش بده بخوایم خیلی خیلی ساده تر بهش نگاه کنیم لومیناس برمیگره به درک انسانی ما از نور درک در واقع فیزیکال ما از بحث نور و این رو بچه ها بدونید که دنیای چشم انسان و درک در واقع واقعی ما از نور با چیزی که دنیای دیجیتال تعریف میکنه خیلی با هم متفاوت هستن و دنیای دیجیتال هنوز نتونسته اون درک در واقع فیزیکال و کاملا رئالی که ما از نور داریم و رفتاری که نور نسبت به چشمان ما نشون میده رو داشته باشه به این دلیل که خب ما هنوز نتونستیم مانیتورهایی رو داشته باشیم که بتونن کاملا مثل دنیای فیزیک نورها رو منتشر کنن و حالا مانیتورهای HDR مثلا تونستن تا حد خیلی زیادی به داینامیک رنج طبیعت نزدیک بشن و بتونن در واقع اون چیزی که در طبیعت داره اتفاق میفته مانیتور به چشم انتقال بده ولی در نهایت باز هم کد های دیجیتال هست و فرند دیکودن انکد و خیلی ضعف های دیگه و هنوز ما به اون درجه نرسیدیم که همونجوری که چشمان ما نور رو در یک منظره میبینن مانیتور ها هم به همون شکل یا یعنی در همونجوری عکاسی بشه و به همون شکل مانیتور هم ها هم رو به ما برگردونن و درک کنیم خب مسلمه دیگه چیز طبیعی است اون تکنولوژی بشری است اون تکنولوژی خداونده و خب خیلی حالا طول میکشه تا میلیون ها سال لبقه تکامل شکل گرفته تا اون نور تا اصلا میلیارد ها سال یا بهتر بگیم دانش پشت این قضیه قرار داره ولی خب ما تازه به این علم رسیدیم و نقص هایی رو داریم اما لومیناس میاد تعریف خیلی جامعتری رو میتونه از نور به ما در دنیا دیجیتال بده و خیلی قویتر و بهتر مسئله رو بررسی کنیم من خودم میام در واقع پیشنهادی که به شما میدم اینه که میگم بیاید لومیناس رو ما به دو المان مشترک در دنیا دیجیتال تقسیم کنیم یعنی بگیم لومیننس رو من به یک المان برایتنس بله ها مسائل سوی بزرگتر کنم رو اونجوری شد اوکی و المان دیگری چی لایتنس تقسیم کنم بخوام خیلی ساده تعریفشون کنم نور و درخشندگی و لومیننس رو روشنایی در نظر بگیرم تفاوت اینها با هم چیه ببینید لایتنس به تنهایی به معنای نور هست یعنی جایی که روشنه یعنی جایی که هر یعنی چیزی بهتون بگم یعنی المانی که باعث ایجاد روشنایی میشه اینجوری بهتر بگیمش ولی Brightness به معنای درخشندگی هست یعنی میزان باستاب نوری یعنی در دنیا واقعی اگر بخوایم در رو تعریف کنیم یک مثال خیلی ساده بزنم شما فرض کنید داخل یک اتاقی هستید این اتاق لامپ 100 وات درش مثلا روشنه شما این اتاق رو با دیوارهای سفید با رنگ سفید روشنتر میبینید یا با دیوارهای مشکی خب مثلا با دیوارهای سفید یعنی اگر شما اتاقتون رو در دیوار اتاقتون رو رنگ مشکی بزنید نوری که در اتاق دارید باز تاب نور کم میشه در حجم نور والیوم لایتی که در محیط هست نور حجمی که در محیط هست کاهش پیدا میکنه و به خاطر جذب نوری که توسط دیوارها رخ میده و حس سطح روشنایی تو اتاق میاد پایین اما اتاق سفید و اتاق مشکی هر دو هر دوشون لامپشون 100 واته در واقع منبع لایتی که در اتاق ها داریم ببینید در واقع این منبع لایتی که ما در اتاق ها داریم میزان در واقع ثابته و چه چیزی فرق میکنه برایتنس هست درخشندگی است که فرق میکنه باز یه مثال دیگه بخوام بزنم میتونیم بگیم خورشید لایت هست ماه برایت یعنی خورشید منبع تولید کننده نور هست و ماه چی بازتاب دهنده این نور در نتیجه شما در یک تصویر اگر مثلا از شخصی پورتری میگیرید شخص تیشرت سفید بپوشه در پورتری خوب شاید برایتنس تصویر شما میره بالا چون باستاب نوری که از فلاش برمیگرده خیلی بیشتر میشه اما اگر تیشرت مشکی بپوشه خب بازتاب نوری که از فلاش برمیگرده اون نور فلاشی به لنز برمیگرده خیلی کمتر میشه و فلش ها هیچ تغییری نمیکنن قدرت فلاش ها سایز در واقع حجم نور فلاش ها اینا هیچ تغییری نمیکنه فقط برایتنس سوژه است که داره کم و زیاد میشه و در نتیجه بازتاب نور به سمت لنز هم کم و زیاد میشه پس ما با تغییر برایتنس میتونیم به راحتی انواع اقسام در واقع تغییرات بازتابی لایتنس رو در تصویر ایجاد کنیم و رفتار متفاوتی برای لایتنس در نظر بگیریم نمود نبود برایتنس باعث ایجاد تاریکی مطلق نخواهد شد اما نبود لایتنس به راحتی میتونه این کار رو برای شما انجام بده در نتیجه من هر دوی اینها رو زیر گروه علمانی به نام چی لومیننس میارم یعنی در واقع لومیننس سطح روشنایی در یک تصویر هم به برایتنس مرتبطه هم به لایتنس اینجا بیرون خونه ما چرا اینقدر بوق میزنن ماشینا واقعا ببخشید اگه صداش میاد حالا نمیدونم میاد یا نه ان <تصفح> که نه ولی نمیدونم مردم واقعا دیگه حساب نداره خب <تصفح> پس چی برایتنس و لایتنس اگر این دو کنار هم قرار بگیرن میتونن مجموعه عظیمی رو برای ما درست به نام چی لومیننس من لومیناس رو براش احترام زیادی قائلم چرا چون لومیناس هم تاریکی رو در بر میگیره هم روشنایی رو دقت کنید بچه تاریکی از خودش ماهیت نداره در دنیای دیجیتال در دنیای در واقع نورها در واقع تاریکی نبود نوره شما نمیتونید بگید آقا اون لامپ تاریک و روشن کن اتاق تاریک شه نه شما چیکار میتونید که شما میتونید بگید اون لامپ روشن رو خاموش کن اتاق تاریک شه یعنی شما با حذف نور فقط میتونید به چی برسید فقط و فقط با حذف نور میتونید به تاریکی برسید یعنی در واقع نور خودش خالق تاریکی است مثل در واقع جمله ای که میگه صلح خودش خالق جنگه و در واقع ما خیلی مواقع برای به دست آوردن میجنگیم که خیلی خیلی احمقانه است ولی خب این کارو میکنیم دیگه و اینجا هم همینه ما برای به آوردن تاریکی باید از نور کمک بگیریم و کمک نور چیه اینکه نور نباشه و برای همینه که توی ادیان توی در واقع مکاتب عرفانی مختلف نور رو نماد خداوند و تاریکی رو نماد شیطان میدونن که در واقع به این معناست که شاید بشه اینطور تعبیر کرد که اصلا چیزی به نام شیطان وجود نداره و وقتی که خدا نیست شیطانی به وجود میاد و اون وقتی که خدا نیست چیه خود شما هستی یعنی من و شما تنها که میمونیم میشیم شیطان یعنی در واقع شیطان خود ما هستیم که وقتی تنها تنهاییم اون بود شیطانی اون شکل میگیره ولی وقتی خدا کنار ما باشه چون نور هست دیگه تاریکی در کار نخواهد بود حالا این از بود در واقع عرفانیش بخوای به قضیه نکنی خیلی جالبه این مباحث علم و عرفان و ادیان یعنی اینا رو همه رو جمع کنید دور هم یه نقطه مشترکی خیلی جالبی دارن همشون و در نهایت به علم دیجیتال مثلا میتونید ربطش بدید و کارهای خیلی جالبی رو از توش در واقع استنباط‌های خیلی جالبی رو ازش در آورد پس حواستون باشه ما چیزی به اسم سیاه در دنیا نداریم سیاهی نبود نور هست و در واقع البته الان در علم هوا و فضا با کشفیات جدیدی که کردن به نچ که اون فضای خلای سیاه رنگی که دور ما هست در حالا کائنات اون خلاء نیست اون یک ماده است به اسم دارک مطلع. ماده تاریک که خب ما در اون در جریانیم اما هم ماده تاریک هم مطمئن باشید اگر در واقع شاید اگر جایش خورشیدی وجود داشته باشه ما اونجا نور خواهیم داشت یعنی در نیم کره ای از زمین تاریکه که رو به خورشید نیست پس زمانی که نور نباشه ما تاریکی رو به دست میاریم پس ما خیلی راحت با کنترل لومیناس که ترکیبی از برایتنس و لایتنس میتونیم بدونیمش میتونیم خیلی راحت شدوها، سایه ها، تنهای میانه و تنهای حالای تصویرمون رو کنترل کنیم خیلی راحت میتونیم در یک عکس تعریف کنیم که نورهای سطح بالا، نورهای میانه و نورهای پایین یا تاریکی های یا تیرگی های تصویر ما کدوم قسمت ها هستن حالا بیام کاری دیگه کنیم بیام لایتنس رو به دو بخش چی؟ در واقع به سه بخش اصلی به سه نور اصلی تقسیمشون کنم من در واقع سه سیستم نوری اصلی ببخشید اولی رو میذارم نامش رو چی؟ و سایه ها بعدی رو میذاریم چی؟ میتونز هیچ وقت هم دستور پاراگراف در فوتوشاپ اونجوری که میخوای نیست چپجین راست چینش خب اوکی رفت کلن از از بیرون در واقع من اومدم چی کار کردم؟ من اومدم علمان لایتنس رو خب میارم اینجا و این المان رو به سه المان دیگه تقسیم میکنم بذارید من با لاین تول فتوشاپ هم, هم یه در واقع خط زیر این بکشم اینجوری بهتر میبینیم کار رو اوکی لایتنس رو به سه گروه شادوز میدتونز، تونهای میانه و هایلایت تقسیم میکنم یه ذره فاصله اینا رو بیشتر کنم همیشه میگم این تکستا رو جدا تایپ کنم که راحت بتونم فاصله تنظیم کنم هیچ وقت هم این کار نمی خب شادوز مید و چی هایلایت سایه ها تنهای میانه و نورهای بالا سطح بالا یا نورهای خیلی روشن چرا لایت... با لایتنس این کار رو کردم با برایتنس نکردم این کار رو ببینید برایتنس چون ها به لایتنس هست یعنی نوع برگشتی که از لایتنس تعریف میشه حالا در محیط و سن شما موقع عکاسی من خیلی بهش گیر نمیدم برای اینجا و اون رو به عنوان یک مشخص کننده حضور شادو و میتون هایلایت در واقع به عنوان که چیزی که در واقع میتونه مشخصا این ستاره به وجود بیاره ازش نام نمیبریم به این دلیل که صرفا یک در واقع باستاب دهنده هست صرفا میزانی است برای باستاب نورهای تصویر ما اما لایتنس به راحتی خودش میتونه چی انواع یعنی با حضور نداشتنش میتونه شدو تولید کنه با حضور میانش تونهای میانه و با حضور بالا تونهای بالای نور رو برای ما تولید کنه اما هر تمام این پکیج در کنار هم مقوله‌ای به نام لومینانس رو برای ما شکل میدن و میزان روشنایی در تصویر رو برای ما تعریف میکنه حالا بخوایم خیلی ساده توضیح بدیم شادوز میتونز هایلایت چی هستن فرض کنید توی خونه نشستید لامپ بالا سرتون روشنه زیر صندلی ها زیر مبلات در واقع فریم تاریک تلویزیون فریم تیره تلویزیون موهای سر شما که تاریکه اگر پیران مشکی تنتون باشه اینا همه در تصویر جز خانواده شدوز محسوب میشن دقت کنید درست اینجا نوشته شده شدو به معنای سایه اما منظورش الزاما اون سایه نیست که نور به جسم و تابه و سایه اون روی سطحی بیفته نه این نیست کلا منظور از شدوز جایی است که نور به آن نفوذ نکرده یا نور نفوذ کرده جذب شده با داده نشده به این میگن چی shadows یعنی خیلی ساده به تنهایی در صحنه ما در تصویر ما من دارم مفهوم فیزیکالش رو توضیح میدم و بعد میام سراغ دیجیتالش در دنیای فیزیکال جایی که شما مثلا در منزل شما نور نتونسته بهش نفوذ کنه یا نور نفوذ کرده به خاطر نوع متریال نور نتونسته برگرده به چشم شما و نوع اون متریال نور رو جذب کرده در واقع گفتم دیگه ما چیزی اون رنگ سیاه نداریم یعنی ماهیت این رنگ متریالی است که نور رو باستاب نمیده نور رو تو خودش نگه میداره در این نوری به چشم شما نمیرسه اون رو تاریک میبینید در واقع همچین متریالای حضور دارن یا اینکه نور اصلا نتونسته به اون منطقه نفوذ کنه رو اونجا رو بهش میگن چی شادوز در دیوارهای اتاقتون سطح نورهای خاکستری جاهایی که از خاکستری تیره تا خاکستری روشن شکل میگیره رو بهش میگن میتون که معمولا در یک عکس استاندارد در یک عکس نچرال و طبیعی ماکسیموم نورهای یک تصویر میتون هستن دورها تونهای میانن در بسیاری مواقع ما میتونز رو با گاما هم میشناسیم اما خب گاما یه ذره بحثش مفصل‌تر در موردش صحبت میکنیم که حالا تفاوت گاما با میتون چی هست اما کلیت قضیه اصلیت در واقع اصلی ترین اسمی که اصلیت ما بعضی وقت سر دیدیم ما ایرانی سر واژه ها برای خودمون می‌سازیم اصلیت بعد حقیقت ذاتن مثلا دو سه تا ذاتن میذاریم آخرش خب اصلی ترین واژه‌ای که میتونیم برای تون های میانه به کار بریم همون هست که دیگه ترجمه انگلیسیش و به فارسیش میشه همون تون های چی میانه یا سطح خاکستری در تصویر ما اما خب پیشرفته‌تر میتونیم روی بحث گاما هم در صحبت کنیم و هایلایت چی همون لامپ بالای سرتون اگر نوری از خورشید وارد از پنجره تابیده رو دیوار رو دیوار رو سفید کرده، و میشه هایلایت اگر چرا قوه در محیط روشن میشه هایلایت منبع های این تقریبا ما میتونیم بگیم منابع نوری و محیط نوری اطرافشون به بالا رو بهش میگن چی در واقع هایلایت تون های سطح بالا بخوایم ساده بهش نگاه کنیم جاهایی که شما چشمتون مردم ها که چشمتون باید باز شه به زور دقت کنید تا نور رو ببینید بهش میگن شادوز جایی که چشمان شما خسته نمیشن و به راحتی نور رو درک میکنن بهش میگن میت تونز تونهای میانه و جایی که شما چی چشماتون رو باید ببندید و چشاتون درد میگیره و نیاز دارید دستتون رو بگیرید جلو چشتون تا بهش نگاه کنید اینها میشن محدوده چی هایلایت تفاوت شدو و هایلایت یعنی هرچی چی اینها فاصله شون اصلا بیشتر شه میزان کانتراست در تصویر رو برای ما تعریف میکنه یعنی هر چی هامون هایلایت هامون روشن بشه کنتراست در تصویر ما بالا میره بخوام این رو روی یک نمودار خیلی ساده به شما نشونش بدم تعریف شادو و میتون هایلایت رو یه گرادینت سیاه به سفید ساده است تو پنل در واقع اجاسم لیر میتونم بیارم اوکی با زاویه صفر درجه اوکی. این میشه چی؟ شدوز میتونز و هایلایت بخوایم براش محدوده مشخص کنم مثلا تا اینجا رو ما هم به فرض میتونیم Shadows تا این محدوده رو میتون و از این محدوده به بعد رو چی؟ هایلایت خطاب کنیم همونطور که میدید محدوده میتون محدوده خیلی بزرگی است محدوده وسیع از تنهای میان است انسان ذاتا میتونز رو خیلی دوست داره چرا چون در میتون مردمک چشم کار نمیکنه خیلی به عضلات چشم فشار نمیاد و چشم خسته نمیشه نه تمایل داره به اینکه در واقع مردمک روی مردمک چشم گشاد بشه نه یعنی میخواد فشار به خودش بیاد تا باز بشه نوری بیشتری جذب کنه نه میخواد فشار بیاره تنگ بشه تا نور کمتری وارد بشه توی حد میانه ای هست و چشم استراحت میکنه و برای همینه که 90 درصد انسان های کره زمین دوست دارن صبح زود یا غروب برن پارک برن تفریح کنن برن ورزش کنن کمتر کسی هست که سر ظهر یا شب دوست داشته باشه این کار انجام بده الانم خیلیها خیلی ها شب میرن پارک نگید الان کسی نمیرن پارک ها شب و شلوغه ولی خب اون بحث دیگه زندگی ماشینی هست و فشارهایی که به خانواده اومده و تایم خیلی کم که شبا از خونه میزنن بیرون اما در زندگی نرمال انسان ها حتی حیوانات هم همینه مگر که خواه شکار کنن که اون تایم شب بیان بیرون صبح زود و عصر تایم های بسیار خوبی هست که اینها در گلدن تایم و بلو تایم عکاسی هم محسوب میشن یعنی تایم طلایی و تایم آبی عکاسی که بهترین زمان ها برای عکاسی هست چرا چون ساعت میتون هست خبری از کنتراست های خیلی بالا نیست و عکاس به راحتی میتونه عکساشو ثبت کنه اما این به این معنی نیست که ما سر زور نمیتیم عکاسی کنیم نه میتونید سر زور میتونید عکاسی کنید شب هم میتونید عکاسی کنید اما بهترین تایم از لحاظ ساختار نور برمیگرده به چی به صبح زود قبل از طلوع خورشید در موقع نزدیک طلوع خورشید و عصر یعنی دمای غروب خورشید گلدن تایم و بلو تایم و حالا بحث مفصل اون که در دنیای عکاسیه در کل هر چی فضای میتونتر باشه یعنی تابع تنهای میانه باشه شما در اون فضا آرامش بیشتری از لحاظ دید چشم و خیلی مسائل دیگه دارید در یک عکس هم همینه یک عکاس حرفه‌ای باید تمام تلاشش رو کنه که عکسش بیشتر میتون محور باشه و کمترین حالت بلک و کمترین حالت وایت رو تولید کنه توی تصویر دو نکته مهم رو براتون بگم در دنیای نورها زمانی که شما شادو و هایلایت دارید همه چیز اوکیه اما زمانی که به وایت و بلک میرسید این قضیه ایراد داره همونطور که ما در کمرا رای فتوشاپ هم حالا دوستانی با اکثر را کار ما در واقع چه در کمرا را چه در خود فتوشاپ ما بحث بلک وایت کلیپینگ رو داریم که یعنی به ما اختار میده که شما دارید تو تصویر سفید تولید میکنید یا در تصویر سیاه این نکته رو بچه‌ها حواستون باشه ما در دنیای در واقع واقعیت که اصلا سیاه مطلق که به هیچ عنوان نداریم فقط سیاه فضایی هستن که سیاه مطلقن یعنی شما در ام تاریخ پایین ترین اعماق کره زمینم که بیرون توی تو باز اجسام از خودشون یک درصد بسیار کمی نور میتابونن فقط های فضایی هستند که به واسطه جاذبه خیلی زیادی که دارن نور رو جذب میکنن و حتی نور هم ازشون فرار نمیکنه و اون نقاط تنها نقاط 100 درصد تاریک خلقت هستن و اصلا هیچ نوری از اونها به چشم شما بر نمیگرده پس در عکاسی در ساخت رندراتون در تصویر سازیتون دقت کنید بلک سیاه خالص تولید نکنید سعی کنید از تقریبا کدی مثلا مانند این محدوده نوری تا این محدوده نوری خب تا اینجا رو در تصویر داشته باشید و وایت هم تولید نکنید شما فقط و فقط زمانی وایت سفید خالص در تصویر دارید که مثلا مستقیما از خورشید عکاسی کنید تو کادرتون باشه یا یک منبع نوری که کاملا میتونه سفید تولید کنه در کادر شما حضور داشته باشه وگرنه امکان نداره در جای دیگری شما بتونید سفید مطلق تولید کنید پس اگر در عکسی شما این دوتا ایجاد میشن یک ایرادی در سیستم عکاسی در سیستم رندرگیری در سیستم تصویر سازی شما هست شما باید این رو برطرف کنید اوکی؟ و از طرف یه بحث دیگری در نویه شد و میتون هایلایت که هست و خیلی برای ما مهمه اینه که شما وقتی که تصویری خلق میکنید چه با تکنیک عکاسی چه با تکنیک های دیجیتال سی تصویر سازی یا هر چیز دیگری باید حواستون باشه که این عکس در مانیتورهای مختلف قرار دیده بشه افراد مختلف با سیستم های مختلف با سیستم های چاپ مختلف ممکن چاپش کنن و شما میزانی بالا پایین در نور رو سایه خواهید داشت یعنی بعضی مانیتورها تیره تر نشون میده همه که مانیتور حرفه‌ای کالیبره دقیق ندارن که همه که دستگاه چاپ دقیق کالیبر ندارن در نتیجه باعث میشه که چی مقداری عکس یا مقداری روشن شه اگر تصویر شما از سیاه مطلق تا سفید مطلق یعنی از 0 تا 255 توی کد هامون صحبت کردیم یعنی در موردش بیاد اشکالی که ایجاد میشه که تصویر شما اصلا دیگه جا نداره برای اینکه تیره تر یا روشن تر شه اگر بره داخل یه مانیتوری که تیره تر نشون میده یه کلی از تصویر شما سیات نمیشه خود شما که الان دارین این فیلم آموزشی رو میبینید ممکنه از اینجا به بعد رو کاملا سیاه ببینید در مانیتور شما این که سیاه در که این سیاه نیست اینا خاکستری های تیره و اگر شما بیاید توی در واقع من بیام تو قسمت کالر پیکرم روی اینا کلیک کنم میبینید عدد دارم RGB 777 یعنی من اصلا اینجا 3 درصد برایتنس دارم تو اینجا 7 درصد برایتنس دارم و هرچی بین انتها میرم میرسم به سیاه مطلق اوکی ولی در این من محدوده قشنگ برایتنس دارم خیلی از بچه‌ها من دیدم حتی هم محدوده به این بزرگی رو کاملا سیاه میبینم و مانیتور اصلا مانیتور مرغوب و در واقع دیسپلی که استفاده میکنید اصلا یک دیسپلی حرفه و خوب نیست و داره کلا قسمت های سیار از تصویر شما میبره یا بعضی دیسپلیها ها به دلیل کنتراست بالا و سطح بالا هایلایت های اکسپوژری که دارن مثلا از جواب کلا سفید خالص نشون میدن در صورتی که اگه من بیام تو کالر پیکرم اینجا کلیک کنم ببینید من اینجا برایتنس 85 هنوز صد نشده هر چی برم جلو تا تازه اون انتهای انتها شاید من برسم به چی به سفید سرد در ساعتی که بعضی دیسپلی از اینجا بعد سفید نشون میدن حالا ببینید همچین اتفاقات بدی داره میفته تو عکس حالا ما عکسمون رو فول بگیریم که دیگه هیچ و خیلی ها میگن خب پس بحث کانتراست چی میشه داشتن سیاه و سفید در عکسمون که کنتراست رو میسازه میگن بسازید اما نگذارید سیاه مطلق و سفید مطلق در تصویرتون به وجود بیاد تا مرزش برید اما اون دوتا رو اجازه ندید در تصویر شما چی تولید بشه اوکی این هست. پس شد چی؟ شدوز، میتونز، هایلایت که در قسمت لومینه جزء جزه در واقع محدوده خیلی مهمی است تصویر ما هستن حالا بیم چند تا مثال بزنیم گفتیم برایتنس سطح درخشندگی رو تعریف میکنه اما لایتنس سطح نورها رو تعریف میکنه که هر دو اینا در کنار هم و ترکیبی که به هم میدن در دنیای فیزیک میتونن مقوله روشنایی لومیننس رو برای ما در واقع درک انسانی به ما بدن اما لایتنس رو گفتیم شادو میتون هایلایت بیایم توی تصویر مثلا تو این تصویر اگه بخوایم بگیم خیلی خلاصه و ساده بگیم شادو میتون هایلایت کجاست میتونیم مثلا این محدوده این محدوده تاریک لابلای شاخه درخ این محدوده تاریک اینجا این محدوده های تاریک اینها رو به عنوان شادو بدونیم و این محدوده های خیلی روشن دود سفید شده محدوده آتش که روشن شده محدوده زرد اینجا اینجا اینجا, اینجا اینها رو همه رو به نام چی هایلایت و ما اینها میشن چی تنهای میانه تصویر یک تصویر تن میانه محوره اگر من بیام داخل ادجاستمنت هام تو جلسه قبل گفتیم ادجاستمنت ها رو دیگه از اینجا میاریم بیام برایتنس کنتراست رو به کار بدم با کاهش و افزایش برایتنس میبینید به خوبی من دارم درخشندگی رو در تصویرم کاهش میدم اما کاهش و افزایش برایتنس نمیتونه به من در نرم افزار چی بده سیاه مطلق و سفید مطلق به چه دلیلی بدن که اون برایتنس رو در موردش صحبت کردیم اگر من یوز لگاسی استفاده کنم در واقع برگردم به میراث فتوشاپ یعنی برگردم به تنظیمات و استایل های قدیمی برایتنس در دنیای فتوشاپ میتونم تا حد بیشتری روی برایتنس اثر بذارم اما باز هم سیاه و سفید مطلقی در کار نخواهد بود اما توی همون المان هیو سچوریشن اگر یادتون باشه ادجاستمنت هیو سچوریشن ما المان لایتنس رو داشتیم ببینید با کاهش لایتنس به راحتی من میتونم به سیاه مطلق و با افزایش لایتنس میتونم به سفید مطلق توی تصویرم دست پیدا کنم در واقع شما مثل اون اتاق است شما اون اتاق رو دیواراشو سیاه سیاه می‌کنید، کنید باز نور داره سفید سفید می‌کنید. از یه حدی نورش بیشتر نمیشه اما اگر لامپ 100 وات تو رو بکنید 0 وات اتاق میشه سیاه مطلق اگر لامپ 100 وات داخل رو بکنید 10000 وات اتاق انقدر نور پیدا میکنه که اصلا سفید می‌بینید. چشمان شما نمیتونه اون تو درک خوبی از تصویر چی داشته باشه پس این شد یک تفاوت ساده در بین برایتنس و لایتنس اما لایتنس در اینجا خب شادو میتون هایلایت به ما نمیده اما ما میتونیم بریم سراغ ابزار بهتری در دنیای فتوشاپ و بیایم سراغ چی ببخشید بیایم سراغ مقوله چی شادو میتون هایلایت از ادجستمنت خیلی خوبی به نام لولز که به صورت لینیر هم عمل میکنه خطی و میتونه خیلی به ما کمک کنه که ما درک بهتری از شادو میتون و هایلایت پیدا کنیم اگر من بیام در ادجستمنت لولز بیام تقویت سایه ها رو در این نقطه انجام بدم میبینید کنترل شادوها، این تعریفی بود از سایه ها در تصویر من تقویت سایه ها. کنترل تون های میانه های خاکستری تیره و روشن کردن های خاکستری و کنترل چی هایلایت ها نورهای سطح بالا افزایش و در واقع این بازوهای اینپوت لول هستن که کار افزایش رو انجام میدن و آوتپوت لول کار خروجی رو نمیخوام لول رو الان بهتون درس بدم فیلم های آموزشی بعدی مختص لول و کروز و این ابزارها خواهد بود و به صورت کامل در مورد لول صحبت می کنم. من فقط میخوام مفهوم شادو و میتون و هایلایت رو در یک تصویر بدونید پس هر تون نوری که از تا اینجا بود میتونید بهش بگید من تو محدوده شد و هر تون نوری که در این محدوده قرار میگرفت هر قسمت از تصویر شما میشه میدتونز و هر نوتی نوری که در اینجا قرار گرفت میشه چی هایلایت نورهای میانه اما دقت کنید در یک تصویر دیجیتال در دنیای رنگی RGB رد گرین بلو همین و میتون و هایلایت برای کانال های چی رد گرین و بلو هم وجود دارن یعنی چی یعنی اگر من بیام از این گرادینت در واقع کامل هم که ترکیب آر بی هست که گفتیم بر اساس مود ادیتیو اینا کنار هم که قرار می گیرن میتونن سفید رو برای تولید کنن از نبود آر بی تا بودن آر بی من بیام سه تا کانال اینجا انتخاب می سازم سه تا کپی میگم میگم کانال به اشتباه سه تا کپی از این میگیرم ها بزنم دقیقاً فیکسش کنم که حالا که ما که کار میکنیم کنیم خب و یه ذره با ترانسفورم سایز این رو من کوچیک‌تر کنم بیا تو کادر هر سه تاشون در هر چهار تاشون اون ستای تایی دیگه بر کانالای رنگی میام سراغ گرادینت وسط و میرم تو تنظیمات گرادینت هم و میخوایم شادو میتون هایلایت رد رو به شما نشون بدم میشه شادو میتون هایلایت رد مطلق این رد 255 جی بی 0 اوکی این میشه چی شادو میتون هایلایت کانال قرمز میام سراغ اینجا این میشه چی شادو میتون هایلایت کانال چی گرین این گرین بمونه رد میشه صفر بلو هم میشه صفر اوکی و اینجا چی میشه شادو میتون هایلایت چی بلو خب این دو تا صفر اوکی پس ما در کانال های اصلی نورمون در RGB ها هم شادو میتون هایلایت رو به خوبی داریم و باید از اونها استفاده کنیم یعنی میتونیم در یک عکس تونهای میانه قرمزش رو کم یا افزایش بدیم در یک تصویر تونهای میانه سبز رو کم یا افزایش بدیم در یک در واقع کاهش افزایش بدیم. در یک تصویر تونهای میانه بلو رو در یک تصویر میتونیم بگیم سایه های آبی تقویت بشن یعنی آبی ها تیره بشن در یک تصویر میتونیم بگیم سایه های آبی کاهش پیدا یعنی سایه های آبی روشن بشن که حالا در آموزش های بعدیمون رو بحث لولز و چنلز که بیایم در موردش مفصل صحبت میکنیم که کانال ها چطور میتونن به ما این اجازه بدن در دنیای فتوشاپ که هر کاری از لحاظ نور و حتی رنگ خواستیم بتونیم به راحتی روی تصویرمون انجام بدیم پس این شد چی این شد یک مفهوم پایه‌ای و خوب از بحث چی در واقع لومینس یه مفهوم خیلی ساده اما لومیناس رو میشه خیلی خیلی پیچیده ترش کرد میشه رفت تو بحث آکادمی کش میشه رفت سراغ فرمول های ساختش که اصلا چه ترکیبی از آرژیوی در کنار هم میتونه برای ما لومیناس رو بسازه و خیلی مسائل دیگه اما من به اونا کاری ندارم من الان فقط میخوام شما یک درک ساده از بحث روشنایی داشته باشید لومیناس خیلی 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 قوی میتونه عمل کنه تو یک تصویر یک استخراج خوب از رو... از در واقع بحث لومیناس در دنیای تصویر ما با استفاده از حالا کانال ها لوموسیتی ماسک یا هر چیز دیگری ببینید الان مثلا نورهای قرمز من هست معنای کپی میگیرم شاید به عنوان یک تازه کار اصلا متوجه نشید من اینجا دارم چیکار میکنم اما خیلی این برای من مهم نیست من میخوام بدونید که یک درک صحیح از لومیناس است میتونه برای ما ماسک های خیلی خوبی رو بسازه و ببینید و به راحتی من میتون رو نورهای قرمز تصویر من کار کنم بدون که به چیز دیگری آسیب بزنم چرا چون این لوما ماسک این لوما ماسک من در واقع ماسک روشنایی من از کانال رد استخراج شد و با یک درک صحیح از نورها شما خیلی کارا میتونید توی تصویرتون انجام بدید اما به شرطی که چی ابتدا مفهوم لومیناس رو بدونید خب تا اینجا ای کار رزولوشن رو متوجه شدیم چیه هیو رو متوجه شدیم چیه سچوریشن رو متوجه شدیم حالا رفتیم سراغ چی ال یا لومیناس و مفاهیم شادو میتون هایلایت امیدوارم تا اینجا ای کاری آموزش براتون مفید واقع شده باشه عزیز دل بهمنید هر ساعت روز صبح زور شب این آموزش رو میبینید اون ساعتتون به خیر و خوشی دوستتون هم خیلی زیاد و فعلا خدا نگهدار